درو دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خوب باشه در این درس میخوایم با همدیگه یاد بگیریم به آلمانی چطوری میتونیم بگیم یه مدت کوتاه به فرض من فلان کار رو میکردم یه مدت کوتاه به آلمانی میشه آینه وایل آینه وایل نکتهش اینه که وایل همیشه زنگوله یعنی جمع نداره فقط مفرده و حالا در قالب مثال ها میبینیم که چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم دی وایل هستش درسته یعنی آرتیکلش دیه فمینینه و حرف اولش هم بزرگ نوشته میشه چون اسمه چطور میتونم ازش استفاده کنم؟ میخوام بگم که من هنوز یه مدت کوتاهی اینجا میمونم ایش بلایب نخ این ویل هیا ایش بلایب نخ این ویل هیا ایش بلایب نخ این ویل هیا یعنی من یه مدت کوتاهی اینجا میمونم ویل به مدت زمانی میگن که مشخص نیست چقدره ولی مدت زمان کوتاهیه. Du musst eine Weile warten. Du musst eine Weile warten. یعنی چی؟ یعنی تو بایستی یه مدت کوتاهی صبر کنی اینجا. Du musst eine Weile warten. درس وارتن رو هم براتون لینکش این بالا میذارم قبلا کار کردیم زمان حال و گذشته و از همه مدل گراماتیکش رو کار کرده بودیم دوستان استاوات نو این کت وایله. میگم چقدر طول میکشه استاوات یعنی طول میکشه انقدر ما که میخواید بگید یه چیزی چقدر طول میکشه از استاوات باید استفاده کنید مثلا کسی داره یه کاری انجام میده میگم چقدر دیگه طول میکشه میگه استاوات نو این کت سوائله یعنی یه مدت خیلی کوتاهی هنوز طول میکشه نوا یعنی فقط کوت میبینید که صفت نشسته قبل از وایل کوت وایل اینه کوت وایل یعنی یه زمان کوتاه حالا جمله بعد برعکس دوستان موقع که میگیم که داس اس شون اینه گانس وایل هیا یعنی چی یعنی که خیلی گذشته ازش اینجا معنیش یه ذره برعکسه داس اس شون اینه گانس وایل هیا داس اس شون اینه گانس وایل هیا شان رو هم در درس های گراماتیکی میتونید پیدا کنید دوستان یعنی خیلی ازش گذشته یه مدت خیلی قبلی بودش مثلا میگیم که آخرین بار فلانی رو دیدی میگید که داسیس شان اینه گانس وایله ها یعنی خیلی ازش گذشته یه مدت خیلی قبل بوده فور اینا وایله از ار گگنگن فور اینا وایله ار گگنگن یعنی یک چند لحظه قبل یا چند دقیقه قبل یا چند مدت قبل اون پسره یا اون مرده رفت حالا برعکسش هم هست ناخ آینا وایل ناخ آینا وایل این کامن گزین بعد از یه مدت دیدم که اون آقای اون پسره داره میاد یه سری فعل ها بودن دوستان الان که کامن گزین نوشتم درسته یه سری فعل ها بودن که دیگه موقعی که دو تا فل تو جملمون داریم تو نمیگیره یعنی اینفینیتیو اون تو یکیش همین فعل زین بودش به معنای دیدن اون درس رو من براتون میذارم چون خیلی مهمه بازی حتما اونم یاد بگیرید نکته فو و ناخ چیه اینه که بعدش در از میبینید که حالت گنیتیو داره فو اینا وایله یا ناخ اینا وایله درسته حالت Feminin genitivisch als die der. in wa... Es dauert eine Weile, bis er antwortet. Es dauert eine Weile, bis er antwortet. Ich habe eine Weile geschlafen. 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 یا خواب بودم در اصل خب تو مثال بعد میگم که ich brauche noch eine Weile eine lange Weile für meine Hausaufgaben یعنی من هنوز یک مدت زمان طولانی نیاز دارم برای مشقام یا تکالیفم یا هاوسافگابه هام دقت کنید دوستان این ل... آین این لانگ وایله با لانگ وایله فرق داره ها یه لانگ وایله داریم به معنی حوصله سر رفتن هست که قبلا درس داده بودیم لینکش رو براتون میذارم یا همون لانگ وایلیش هم از اون میاد یه چیزی که حوصله سر بره ولی این با اون فرق داره میبینید که جدا نوشته شده خیلی کلمات آلمانی هست یه جور تلفظ میشه ولی معنیش با هم دیگه فرق داره مو که جدا یا سر هم نوشته بشه یکیش همینه لینک درس این که چطوری بگید که حوصله‌ام سر رفته رو هم براتون این بالا میذارم خب حالا دیگه نوبت شماست به عنوان تمرین میتونید با آین وایل یه جمله در کامنت به عنوان تمرین بنویسید فراموش نکنید که تمام درس های کانال دوچ تی تیوی دستبندی شده دوستان یعنی به فرض در پوشه امتحان به آینس نمونه امتحان ها رو پیدا میکنید پوشه گراماتیک هستش پوشه جملات کاربردی ورد و خیلی مطالب دیگه که همه و همه دستبندی شده با یه مقدار جستجو در کانال طبیعتا میتونید همه رو پیدا کنید تا درس‌های آینده بدرود دوستان عزیز